رگو هم چه گیری بیافتادیم ما. میگم میخوای من تماس بگیرم با پدرتون صحبت کنم بگم وضعیتمون چجوریه ها؟ این کار بکنه که اصلا با هم قهرم بکنه آق بشه. خب از چی کار کنیم؟ یعنی پدر شما میخواد به خاطر 300,000 تومن شما رو بندازه زندان؟ اخلاق با من همین جوره چی بید دیگه؟ اصلا به پول نقطه ضعفش پول بید. وقتی اسم پول بشنوه همچین خون جلو چشاش بگیره. وقتی دیگه غریبه و آشنا و پسر انجزم اصلا براش فرق نمک کله. واه هزار ماشالله این همه ملک و املاک دارن چششون به این 300,000 تومنه. خب آسمون به زمین میاد این 300,000 تومن پولو بدن؟ شما اگه خیلی جرأت نداشتی خودت بر زنگ بزن به بابام. اصلا به من چه ربطی داره ها؟ به همین سادگی جا خالی بدادی؟ این کی بود هر روز به روز در میومد میگفت آقا داوود من تا کی این آدم ها رو سیاسفید ببینم؟ آقا داوود دلم وگرفت اینقا آدم ها رو من سیاسفید بدیدم. ای به همین سادگی این من بی فکر رو بگو احمقانه افتاده بیدم جلو رفتم پول قرض بکردم خودم بدبخت کرده بیدم بر تو رفتم تلویزیون بخریدم وقت اینجوری که خودتو بکشی کنار لابا دست فرد من میافتم زندان یک کامبودم نمیاری بذاری در زندان. آقا داوود خیلی میبخشی یا جسارته. من به شما گفتم برو 300,000 تومن پول بده تلویزیون بخر ارزونتر نبود؟ از حال بی بکن 150,000 تومن خریده بیدم. 150,000 تومن رو من خبرم قرض بکردم. خب باز در 50,000 تومن 13,000 تومن که کمتره نیست. اصلا حق با شما بید، حق با شما بید. من اصلا هر بحث بی خود دارم با شما بکنم. شما به ورمند یه شام درست بکنید من برزم تو این خندق بلای زنگ برم به اون بوام بزنم ببینم چه خاک بگرم بکنم. آقا داوود ها هیچی تو خونه نداری من با چی شام درست کنم؟ یا سنا بله برو در خونه این فرهاد اینا یه دو سه مش برنج بگیر بیار درست بمه ضعف بکردم. خب میگم مهتاب باید یه فکری برای داوود بکنم. چی کار میخوای بکنی؟ میخوام به رئیس بگم ردش کنه بره. بره؟ کجا بره فرهاد؟ بره دیگه بره براره. آبرو من شرکت برده سعید و وحید ازش پول طلب دارن هی میان به من میگن بعد به گوش رئیسم رسیده اونم اصلا انسان خوشش نمیاد اتفاقی براش نمیافته 400-500,000 تومن رئیس بهش میده که بره هم بدهیشو میده هم پول اساس کشیش میمونه میره براره اون برای خودش کار میکنه. مگه قبل از اینکه بیاد اینجا چی کار میکرد اونجا؟ گناه داره فرهاد. مگه گناه؟ چشش درد؟ تلویزیون 21 اینچ نخره 330,000 تومن. خب آخه تو که ماهی 53,000 تومن حقوق میگیری تلویزیون 300,000 تومنی چیه؟ آره حقم دارین. یاسمن هر روز میاد اینجا نمیدونم تلویزیونمون رنگیه و همچینه و نمیدونم تصویرش عین شیشه است و سریالا رو رنگی میدونم تصویرش عین شیشه است؟ آره. اون وقت همچین صحبت میکنه که مثل که شوهرش ماهی 400,000 تومن پول میگیره. بعد جالبی کار میدونی چیه؟ میاد هر روز اینجا در میزنه یه دونه سیب زمینی داری؟ یه دونه تخم مرغ داری به من قرض بدی؟ تقصیر شماست دیگه. چیکار کنم؟ اگه یه بار بگی نه ببخشید نداریم گرسنگی که بهشون فشار آورد نمیرن تلویزیون 300,000 تومانی بخرن. بله سلام علیکم. شما خوبه؟ شما خوبه؟ مردم خانوم خیلی ممنون. میگم ببخشید یه ذره برنج دارین؟ یه ذره؟ و همینقدر دیگه قد این قابلمه. یاسمن جون من این برنجی که تازه خریدم اصلا هم خوب نیست بعد اگه دست خوردشه دیگه یارو پس نمیگیره میخوام ببرم پس بدم ببخشید. خب باش خیلی ممنون. آقا داوود چی کار کردن؟ چکشون پاس شد؟ آقا داوود نه خیر. آقا فرهاد تازه این پدر خوندم تو این وضعیت هی هر ساعت زنگ میزنه اعصابشون رو خورد میکنه. خب حق دارم من بودم شکایت میکردم. حق دارم. ببخشید با اجازتون رو زایم شدیم. خدا دست بوس بیدم. سلام عرض کرده بیدم توی قاز قلنگ.
بله باید جان داونه ایم خدمتون عرض داشته بیدم، میخواستم یه لطفی در حقم بکنید، یه محبت بفرمایید، شما این 300,000 تومان خودتون پرداخت بکنید، من بعدا سر فرصت مناسب خدمتون پرداخت بکنم. میترسم بشت فرصت بدم، به تو مارمولک نمیشه فرصت داد. باید جان چه حرف به شما بزنید، من پسر شما بیدم. رابطه پدر پسری رو قاطی با یه حرفا نکن، یعنی میخوام بهت بگم الان جناب علی با بقال براره هیچ فرقی واسمان نمکنی. بعد کاری کرده بیدم برای تلویزیون رنگی خریدم، پول نداشتی بیچاره، الان دو ماه دنیا رو رنگی بینی، بده حالا نمیخوای پولش بدی. خب من الان نداشته بیدم، من چیکار، من الان ندارم چیکار بکنم؟ یا میام تلویزیون میبرم یا پولشو بده یا خودتو میبرم زندون. بوجان ببخشید اگه این قضیه شما اصرار داشته بدید، شما یه محبت بکنید بیاید همین تلویزیون رو بردارید برید ما رو از شر این راحت بکنید. تلویزیون رو به قیمت دست دوم میبرم ها، 50,000 تومان برمیدارم، 250,000 تومان باید بدید، فهمیدی؟ بوجان جان غلطی ما کرده بدیم، گرفتار شدم و مثلا شما بوهای ما بدی ها. حساب بید، پول به من بخوری نابودت میکنم، حواست جمع باشه، دو روز بیشتر مهلت نداشته بدی، موعد چکت که برسه بعد وقتت بکنم. حالا یه دو روزی که من وقت داشته بیدم من حالا یه کارش بکنم، خبر مرگم. نری بگیری بخوابی، بشا برو با دنبال پول، دو روز بیاد باید دو روز باید تهیه بکنی یا بدو دا پسی نه چرده بیدم. بله دور، من اینا رو شما بفرمایید، من لیستشو می‌نویسم الان توی کامپیوترم هم دارم. این طلب ما رو بده. بله بله طلب ما رو بده، این پولی که هم ما قرض گرفتی بده دیگه. شما چی بگوی الان که من بابا پولمو بده، پول منو بده، پول منو نداشته بیدم امروز، پول نداشته بیدم امروز. هر رئیس مساعده گرفتی پول ما رو بده. چی گرفته؟ مساعده. کی بگفته؟ گفته یه نفر گفته. کی بگفته؟ گفته 118 فرمودی بده دیگه. آقا اصلا من گفتم، مگه نگرفتی؟ بدمش دیگه. بده دیگه پولمونو بده. اذیت مساعده من گرفتم میدم. حالا الان پول کم بی ابی نداره، پول مساعده کمی گرفتم 325 بله. مساعده کمی گرفتم پیر میده دیگه، پول ما رو بده. مساعده کمی دب نداشتم. داری چرا؟ چقدر میده؟ 3 تومن 3,000 می میلیارد یه ماه الان داوود جان منو تو زندگی داریم بالاخره. اصدار چنس اینه دفعه دیگه هم کارت گیر میاد اب نداره. بله ستمن مرد اصدار تقلب میکنه. داوود جون، داوود من جسارت ها این طلب ما رو بده. طلب چی بده؟ چه عزیز آها طلب فردا من تقدیمتون باشم. فردا چرا الان بده عزیز من؟ خیلی خوب تو هم الان نداشته بیدم. اه من الان دیدم تو جیبت پول بود، چی نداشته بیدم؟ همین الان مگه پول اینو ندادی؟ بگرم گوشی جیبت بده. خیلی کم بیزینا آقا، هرچی هست بده فردا میدم. آقا بد کاری کردم روزی که پول میخواستی بهت دادن. نه خیلی خوب 37-18 حالا بده دیگه عزیز. پول نداشته. آقا این پول تو جیبته بده. فرد یه دقیقه بلش کن. منو کش. پول نداشته. ببین یه جا قلنبه ای باید بدم فردا. این پول قلنبه که دست آدم باید هرچین شیرین تر. نمیخواد تو دلت برای من بسوزه. الان هرچی داری بردار بده. من نیاز دارم. صحبت پول ندارم. ازت خواهش میکنم. بده دیگه. خیلی متشکرم. من خیلی خوشحال شدم. خدمت تو تماس. آره حالا من خوب نیست، صدام گرفته، سرما خوردم. حالا وسط جریان بحث نداره. بهتر باشه تا فردا بهتره. چیه مشکل؟ چه کاری برو نمیذاری بکنی؟ چیزی با تو نبودم. چیه؟ هیچ. بعدم چیه؟ چیزی نیست. دیدی گفتم. داوود. باش. هیچ اشکال نداره. اگه تا آخر وقت اداری طلبم از تو نگرفتم و اسمم رو عوض میکنم. من عصبی هم نیشم باز میشه. به کارتون برسیم. ناراحتم فرا جان، این 300,000 تومانیت حاضره، برو حسابداری بگیر بزن به اون زخمی که داشتی، کارت را بیفته. قربان الان خیلی نیاز ندارم. باشه برای شرکت؟ بله الان خیلی من لازم ندارم،
من هر وقت لازم داشتم خدمتون هستم. خیلی خوب. پس فرا جان همیشه این هست. الان وامت آماده است. هر وقت خواستی دیگه برو بگیر حساب. چشم. خیلی ممنونم. قربون شما. شما امری داشته باشی. مرسی. مرسی. دیگه کاری ندارم. فقط گفتم هر وقت لازم داشتی برو بگیر. داوودم اومد. بله. پس من باشه دیگه. بله. نه شما هست اونجا آماده است هر وقت کار داشتی. چی؟ دوباره چی بونجا باید شدی؟ عرض کوچیک خدمتون داشته بیدم. چای خدمتون آورده بیدم. دست درد نکنه. خب چیه؟ کارت چیه؟ عرض به حضورتون گفته بیدید. الان با آقا فرهاد گفته بیدید. پول داشته بیدید. خواستم عرض کنم خدمتون. اگه محبتی بفرمایید این پول رو ببنده به صورت وام پرداخت بفرمایید. من حتما یه جوری از خجالت شما در بیدید. دابا جان من دیروز به شما 10,000 تومان وام دادم دیگه. مگه چقدر باید به شما پول بدم؟ دیروز بوده دادم بهت دیگه. بله ببخشید. آخه شما فرموده بودید الان پول بیده اینجا. من گفتم الان اگه کارش نداشته بیدید اینو به من بدید. اون یه بحث جدا داره بین من و فرهاد. به شما ارتباطی نداره. شما پول رو گرفتی دیگه. من بعد تو بعد هچلی افتاده بیدم. یه چک بوام ازم داشته بید. 300,000 تومان. اگه اونو بهش پول شبش ندم باید من با مأمور ببر زندان. داوود جان من چیکار باید بکنم؟ این قضیه شما به من ارتباط نداره که عرض کوچیک خدمتون داشته بیدم. این وام به من تعلق نبگیره دیگه. نه خیر. با آقا فرهاد تعلق بگیر. بله. پس شما یه محبتی بله. شما یه محبتی بکنید. این وام پرداخت کنید با آقا فرهاد. بعد بهشون وگوید بدن به من. قربونتون برم. هرچی خاک شماست بقای عمر ما. ببین داوود جان. دست شما درد نکنه. حقوق این ماه تو. ماه بعد تو. میگم بهت ندن. تو شما یاد بگیری که اینقدر بادم سر به سر رئیسش نمیذاره. بردو ببر حساب داری. بردو ببر حساب داری. سلام آقای رئیس. حال شما چطوره؟ با جناب علی کاری ندارم. داوود. بله. بده این پول رو. چی رو؟ طلبه رو بده. طلب؟ منم رئیس امروز نبکن. آقا نمیخواد ولش کن. اون سرش مشغوله. نه من همین الان پولم رو میدم. نه جلو رئیس کاری نداره. کاری نداره. داره کار خودش میکنه. جلو رئیس آقا ببین تا پولم ندی نمیرم. من پولمو نداشته بیدم الان. آقا نه من میدونم پول چقدر داری. اصلا هر چی داری باشه. باشه من قبول دارم. قابل حرفا نمیدی. آقا بده طلبمو بده. ای بابا عجب گرفتاری شدیم. 5,000 تومان داشته بیدم. 5,000 تومان. باشه 5,000 تومان بده. ذلیل شی سعید. خودت ذلیل شی. بیا کوفتت موقعی گرفته پس یاد باشی 25 شان دیگه باید بهم بدی ها. بله خبر داوود. بله خدا حافظ آقای رئیس. خدا حافظ شما. شلوغش نکنیم. بله برو شما بچم. داشت غذا بخره بخوره بعد هی پیاز میخورد اشتهاش واشه. تازه مهتاب جون برعرایی ضرب المثل خیلی معروف دارن که میگه که چیز اول نخودو بکار بعد خواب نوچوفسکو رو ببین. خیلی بامزه است. یاسمن دیشب رسیدی این سریال رو ببینی؟ بله مهتاب خانم به قولی آقا داوود میگن اصلا فیلم توی تصویر تلویزیون این آینه صاف. وای یه چیزی یاسمن میگم که خیلی سخته که آدم همش توی تلویزیون سیاه‌سفید برنامه نگاه کنه. نه بله بله به قولی آقا داوود میگن ما از وقتی این تلویزیون رنگی رو خریدیم و تازه فهمیدیم زندگی یعنی چی. آها عجب. میگم قسطاشم تونستیم بدین دیگه نه؟ خب آقا داوود دارن یه کارایی میکنن الان دنبالشم ببینن که چی کار میکنن دیگه. بله. خب میگم که ایشالله زودتر 29 اینچشو بخریم. نه شادی خانم ما جا زیاد نداریم. این دستبالمون تنگه بزرگه برای ما. چقدر بد. مهتاب جون من این کفشه بود که تازه خریده بودمش. خب یه ذره برام تنگه میایم با هم دیگه بریم عوضش کنیم؟ آره چرا که نریم. منم یه سری خیر
چرت و پرت میخوام واسه خونه باید بخرم. خب بریم پس دیگه. خب پس من با اجازه برم خونه. کجا؟ خونه؟ میری بمونی به کارات برسی دیگه. نه خیر، برم لباس بپوشم بیام دیگه ها. آخه حیف، تو نمیتونی بیای یاسمن. چرا؟ تو این تلویزیون 21 این چتونه که خریدی رنگیه؟ خب. کاتالوگشو نخوندی این دفترچه راهنمایی که میدن؟ نه. نه، این دفترچه راهنما رو که میدن توش نوشته که تلویزیونای 21 اینچ هر یک رو به یک بار باید گردگیری بشه. اگه گردگیری نشه رنگ تلویزیون میپره، همه چیو سیاه‌سفید نشون میده. نه یا نه دیگه، باید واسه گردگیری کنی. ببین یا سمن جون، گوشتی مرغی چیزی واسه خونه نمیخوایم از سر رو دارم یا واسه بخرم، چون تا دیشب یادم هیچی نداشتین ها. نه خیر، نه لازم داریم. نه بل داریم. خب پس الان داری میری خونه، یه برنامه دستور آشپزینا درس میده، نگاه کن آشپزی کن. نه از ما میخواد بگیم. خب بریم دیگه. باش، خدافظ. سلامت. بله، نه. اینو بدم شادی، یه مقداری هم برای خودم میمونه. سلام استاد. سلام هادابود، بیا بشین. خیلی ممنون. بیا بشین. بشم بیا بشین. میخوام برم. همونجوری یعنی راحتی؟ بله. خب باش. خیلی ممنون. چیه، کاری داری؟ بله. کاری داری با من؟ نه، حالا شما پولاتون بشورید من. نه کاری ندارم، بگو. گوشم با تو بگو. بله، عرض می‌کنم خدمتتون، یه عرض کوچیک خدمتتون داشته بودم. بگم شما که اینقدر پول داشته بدید، من میتونم یه مقدار از پول شما رو قرض بگیرم؟ چی بگیری؟ پول. از کی بگیری؟ از شما. واسه چی بگیری؟ برای بدهی که فکر می‌کنم شما هم در جریان بدهیم بودید. در جریان چی هستم داوود؟ در جریان بدهی من به بوام. به بوات چی؟ متوجه نمیشم. اینکه برای خریدن تلویزیون، این تلویزیون 20 صاحب. چرا 20 صاحب داوود رسی؟ آصف شما امروز دارید حرف عجیب غریب بزنید. چرا فکر میکنی عجیب غریبه؟ به خاطر اینکه من یه ساعت الان دارم با شما حرف بزنم، اصلا هیچی به هیچی. چند ساعته داری حرف میزنی؟ یه ساعت من دارم با شما حرف بزنم. در مورد چی داری حرف میزنی؟ بدهی، در مورد بدهی دارم حرف میزنم. داوود رسی، جریان این بدهی چی؟ خیلی دلم میخواد بدونم. من کی بگفتم بدهی؟ من اصلا نگفتم بدهی. کجا داری میری داوو؟ میخوام برم خونه. خونه شما که این طرفیه داوو جان. کی گفته بدهی این بره؟ آب خونه تو طبقه بالاست داوو. بدهی من کی بدم بدهی بالا خونه؟ داوو تباسف پرت پرت و پرت. من چی بگم؟ من کی ببر بالا؟ من ببره یکی به من ببر بالا. کجا؟ من برم، من خودم بالا. من میرم، من ببر بالا. من ببر بالا. من میبرم خودم بالا. اینو نمیگم. من یکی ببره، من ببره یکی، من حال بد میده، من حال بد میده، من ببره یکی، من حال بده، من حال خیلی بده، من خیلی حال بده. تو اینو چکار میکنی بابا؟ من ببره یکی بالا، من یکی ببر بالا. چه باز یاسم من خانم تو رو بیرون کردم؟ من گیج بشدم، من سپه گیج بکرده، همچین گیج بکرده را خونمون گم کرده بیدم. من گیج بشدم، من پول میخواستم ازش قرض بگیرم، من گیج بکرد. خب پول داد بهت؟ نه یک قرم بهم نداد. خب پس چون نور گیج شدی بابا؟ نه حال بد بید، پول بهم نداد بید، من گیج بشد را خونمون گم بکردم. چه مرگت حالا و چون جونت بالا بیاد؟ خب چه مرگت حالا؟ من بدبختم. پول میخواستی چه کار بکنی؟ من بدهی دارم، من بدبختم، من بدهی داشته بیدم، من قرض داشته بیدم. لابر تو داغون؟ تو دیگه چرا بابا؟ مرد باید قرض داشته باشه، مرد باید بدهی داشته باشه. اون زمان ها که ما میرفتیم خواستگاری یا دختری اول نگاه میکردن ببینن چقدر بدهی داری، دو سه مورد بدهی نداشتم دختر نمیدادن که به ما. راست میگی؟ بله، مرد باید به زمین گرم بخوره، به زمین سرد بخوره. مرد باید ورشکسته بشه. پس چی؟ آتغرل، شما در این شرایط بسیار بحرانی که من داشته بیدم اول نفر بیدید که به من دارید کمک بکنید. پول میخوایی بهم قرض بدی؟ نه پول فرنگی، با همین عصایی که میزنم تو اون دهنت که دندونات برزه تو حلقت. من که گفتم به تو میخوام پول بدم؟ هر تو دهن من میذاری چکش خیر بتک و توست که تو سامده من همسن و سال توست هم با من شوخی میکنی. من اگر ببینم تو دل چا بایستادی میخوایی بیامتی تو چا،
میزنم یک پس گردنت که راحت‌تر بیفتی تو چاه. من به تو کمک میکنم. شما آدم قطیه. شما انقدر بی‌رحم نبیدی، انقدر بی‌معرفت نبیدی این کار را. من بی‌رحمم. میخوای امتحان کنی؟ نه شما اینجا، من مطمئن بیدم شما اینجا نه، من حالم بده. چکوش الو پول پیدا و کردی؟ بازم الان ساعت 4 صبح میداخه، پول از کجا پیدا بکنم؟ بچه گرفتی خوابیدی؟ مرد شورتو ببرم؟ خب آدم باید شب بگیرم بخوابه دیگه. پس تو نمیخوای پول من بدی ها؟ چی حرفی بزد؟ بازم پرداخت بکنم، من به پول شما رو بعدم. ای حرف بزنه خداحافظ. من خداحافظی نکرده بیدم، افتاری شدم من. کیه؟ کیه با این وقت شب؟ اه. پول تهیه کرده بیدی خبرت؟ بازم بذار یه چورت ما بخسبیم. من مثل اسفن رو آتیش تا صبح بالا پایین بپرم تو راحت بگیری کف مرگ بذاری. بوجه ساعت 5 صبح بید، من از کجا پول در بگارم؟ من فقط به اون 300,000 تومن فکر بکنم. امین بوجم به شرافتم من اون پول به شما وعدم، ای گیر بدادی شما. کدوم شرافت ها؟ کدوم شرافت؟ شرافت اینه که بگیری و خسبی تا صبح. باز بازم من پول شما چشم، پول شما رو وعده، من پول شما رو وعده. به فکرش باش، به فکرش باش، بهتر از اینه که مأمور بیارم خانت. خداحافظ. چی هر جون من مخواد؟ آخ ها؟ ندارم اینجا پرپر مرگ میزنم از بیخوابی و قصه. تو راحت گرفته بیدی خوابیده بیدی صدا خورناست تو برره و یاد بواجم. اصلا یه مسئله خدمتتون عرض بکنم، من پول شما رو نمیدم، اصلا میخوام بیرم چه بکنی؟ با مامور در خانتم کلنگ. مواجم جزمت من توضیح بدم خدمتون، ای با این چیزه اصلا درست بشه. به فکرش میفتی. پاشو نخواب، پاشو. من چه کار بکنم؟ گوشی رو قد نکن، برو سر صورتتو بشور، برو برگرد کارت داشته بیدم. مامان خوبم بیا. جفتشو میخوام 3,000 تومن. بله؟ گفتم جفتشو میخوام 3,000 تومن. یه حرف وزنی هم با چشون اصلا نمیفروشم، اینا رو نمیفروشم. خب دیگه چی داری؟ ولی اصلا بانو دیگه چی داشته بده؟ دیگه این تلویزیون هم هست، این تلویزیون. این که اسباب بازیه؟ حرف وزنی ها. ما راه برای داریم با این سریال های روتین 90 قسمتی ها بی همش داریم با این نگاه بکنیم، 5 تا کانال این ساعت بگیره. خب اینم واسه بچه‌م میخرم 500 تومن. ها یه حرفی وزنه بی خود. شما فکر کرده بودیم ما به پولش احتیاج داشته بودیم؟ ما اینا رو میخواستیم بفروشیم بدهی همونو بدیم. آره من فکر کردم به پولش احتیاج داری، حالا که میخوای بدهی بدیم حالا قیمت درست بده. من همه دارم 700 تومن. خخ دیگه چی داری؟ ها این صندلی هم بیدینا، این هم دونه 500 تومن. قیمت درست بده چون شمایه 700 تومن.
چند تا؟ یه سه تا بید. نه سه تاست. گل یاسه من بانون تقالا چهت شده بید جمعه؟ پونزده هزار تومن به بارتی. پونزده هزار تومن؟ وقت پونزده هزار تومن از اون بدهیمون کم و کنیم چقدر باشه؟ سیصد من داره پونزده هزار تومن. دویست و هشتاد و پنج هزار تومن. یه ذره خیالم راحت بشد، این بارت رو دوشم داره کم میشه. ها شما ببینید چیز دیگه به درد بخور گیرتون نبیاد، اینا رو بردارید برید. ها این صندوقچه چیه؟ این صندوقچه قدیمی ها بیده. میتونم توش یه نگاهی بندازم؟ بله توش خرت و پرت قدیمی بید، این آتاشخان فقط توش بیده. سهام کارخانه نخوده براره؟ آقا داوود این سهامی که پدرتون به ما هدیه داده بودن همونه. این کجا بیده؟ اینه اون اوائلی که این کارخونه رو داشتن میساختن تو برره ها، یه دفعه دعوای قومی قبیله ای شده یارتون هست؟ اون موقع منطقهش ناامنه؟ نه بابا، این گاهگداری یه دعواهای وشه تو منطقه خودشون بعدش میرن صلح میکنن با هم دیگه، این ولایت خودمونه. به درد ما نمیخوره. از من میشنوی یه بورس اینجا نشون بدید، شاید ترقی کرده باشه. بورس چی بید؟ طبق این سنه تو بورس اینجا هم اینه میتونید خرید و فروش کنی. چی هستن؟ اینه میتونم ببرم؟ همه بله مبارکتون باشه. هان دیگه چی بگویی؟ زنگ زدم به تبریک بگوام بوا. ساعت سه صبح آخه بوا جان، ساعت سه صبح آدم به کی زنگ بزنه تبریک بگوه؟ انقدر خوشحال بیدم بابا جان که خوابم نمی برد. گفتم زنگ بزنم تبریک بگم خیالم راحت بشه. من امری ندارید پسر گلم، یادت بید ای سهامو کی برات خریده؟ بله ای خاطرم بید، شما محبت کرده بیدید روز عروسی این کادو به من داده بیدید. آی گلم بشی تبریک بگم. اجازه بدید من خبر مرگم برم بمیرم. خدا نکنه بابا، من به وجود تو افتخار بکنم. خوب بخوابی پسر گلم. قربون شما بشم، خداحافظ. بابا مجون من چی بخواید؟ من چه گناهی کرده بیدم که اینجوری باید تقاص پس بدم؟ ها من چی کاره بیدم؟ داوود جان منم اگه از من چه خطایی سر زده؟ رئیس جان شما بیدید؟ بخشت من اشتباه گرفته بیدم. مشکلی پیش اومده بید این وقت صبح زنگ بزدید؟ نه داوود جان، وقتی شنیدم سهامت برده و ترقی کرده از خوشحالی خوابم نمی برد. نمیدونم شما که خوابتون نمی برد، خب یه قرص خواب فرمایید. شما نفسک زیبا خواستنی میخواست بیدی. باشه داوود جان، عصبانی نباش، برات خوب نیست. عصبانی نباش، تازه حالا باید از زندگیت لذت ببری. فردا که اومدی یه راست بیا تو اتاق خودم، حالا ما با هم کار داریم دیگه، بیشتر از این وقتت نمیگیرم. ضمناً اون قضیه وامت هم درخواست کرده بودی، چقدر اون دیگه فراموشش بکنید، اون چیز نبید، فراموش کنید. شما شاید فراموش کنی اما من که فراموش نمی کنم. از همان روز دائم تو فکرت بودم، تا اینکه باور کن همین امروز دست اومدم یه خورده باز شد. آره یه خورده پیش من اعتبار داری. همینجوری حرف میزنید صبح تا شب. دو سوم زندگیتون به این میگذره که حرف میزنید با هم. چی کار باید بکنیم؟ دنبال کارمون هستیم دیگه. کارتون حرف نمیزنید دیگه. نمیزنید یعنی من نباید بفهمم نقشه چی شد؟ همین الان باز داری حرف میزنید، همینجوری حرف میزنید. خیلی حبه جوی حرف زدن که این انرژی رو صرف کار. آقا من یه ثانیه حرف زدم، تو 20 ثانیه حرف زدی. حرف اینقدر نزن، هم حرف بزن. فرهاد راستی؟ کار دارم بابا. ببینم درست شنیدم؟ چی درست؟ که داوود ثروتمند شده؟ اینجوری میگن یه سند پیدا کرده، سند سهام. جدا؟ مال سهامه کارخونه. تا
تو حالا چیزی نگفته بودم. نه پیدا کرده، تو اساسش بوده. این یعنی داوود سهام یه کارخونه رو داره. آه سنگ نخود سایش یه چیزی میگم اسمش میشنوی. مایه‌دار شده. آره بابا. بعدش توپ شد. آقا سلام. ما سلام عرض کردیم. قربان سلام عرض کردیم. حال شما چطوره؟ خسته نباشین. بفرمایید. حالتون چطوره؟ آقای داوود اجازه بدید بشین. حالتون چطوره؟ جانم خنده فرمودی. جانم بفرمایید. خیلی خوشگل میشید میخندید. با من بگویی. بله. چقدر شیرینی شما. ای خواهش می‌کنم. بفرمایید. در معیت بدید. بفرمایید. بفرمایید. بفرم شما خواست قربان صبحونه میل کرده این من؟ بله بله نه هر روز صبحونه بخورم اگه صبحونه میل نکردین بفرستم یه دقیقه صبحونه بخرم من بله بله من داوود دیدم هیچیان فروتنه خاکیه گلی شما بله اگه صبحونه آپورتغال میخوری من؟ خب آب پرتقال می‌خوری؟ اول بپرسین چی دوست دارن؟ چی دوست داری؟ من آب میوه چی دوست داری؟ من خودم خرتونم میرم میخرم. بله. آب میوه میل می‌کنی؟ من مدام میدم طلب آقا سعید مدام آقا سعید نخ. طلب آقا سعید خدمت شما شما 5000 تومنشو گرفته بیدید اینم 25000 تومن 30 تومن بدهی که خدمتتون داشته. کدوم 5000 تومن 25 تومن چیه؟ قربان اصلا نمیفهمم چی میگی. قر من محبت کرده بدید تشویق کرده بدید خدمت آقای رئیس شکم من داشتید جر میدادید رو دهان ورزید من اشتباه میکنی اصلا کسی دیگه بوده حتما یه سعیدی دیگه بوده این 25000 تومن بقیه من اصلا طلبی ندارم از شما این نمیست پنی زارت من نه من هیچ طلبی ندارم داوود جان نمیگیره ازت خود خسته نا کم بیده یعنی نه من چه بیده من این بیده داوود آقا این چه کاریه داوود جان خجالت هم میدی بابا این کارا چیه داوود جان بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید جناب رئیس شما بیاین جای نه خواهش می آقا بشین فرهاد جان من کار دارم من کیم چطوری داوود جان خوب هستی شما الحمدلله شکر منم خوبم من تعظیم نه چه کارا من داری شرمنده خودت میکنی داوود جان از اون کارا داری میکنی من جان آقای رئیس امر خب حالت خوبه ممنون میدم من باشم شما باشید نه من اومدم یه سری به شما بزنم یه احوال پرسی بکنم و برم قربان من برم برای تو چایی بیارم نه عزیزم نه من باید من آقا شرمندم نکن داوود جان تو رو خدا مگه ببین مگه من مردم ببین اجازه بده وحید جان خوش آید من این سینی رو بردار چند تا چایی خوب تا من دو سه روز دیگه یک دونه آبدار باشی خوب برای قهوه خونه استخدام بکنم که بیاد اینجا این کارا رو انجام بده نه عزیز من شما از فردا جا تو اتاق خود من داوود جان آره عزیزم ببین داوود دستور میدم یک میز فردا بخرن یک میز مدیریتی یک که لذت ببرید بذارن بغل میز من که من صبح به صبح قیافه تو رو ببینم و حس کنم داوود جان تو دیگه جا تو اتاق منه حرف نداره قربون شما گوش کردی قربون شما پولا چیه اینا رو هم بذار جیبت هر وقت چیزی خواستی بیا پیش خودم قربونه. ببین داوود جان تو جاد دیگه تو اتاق منه بلند شو اینجا جاد نیست بلند شو بیا من چی قربون شما منه بیا باز حرف زد با حرف زد هر کار تو بکن چقدر باز الان داره حرف میزه کار تو چطوری داوود جان؟ قربونت برم بفرمایید چطوری آقا جان؟ من با یکی از دوستام تو بازار بورس صحبت کردم
امروز میاد اینجا با همدیگه بشینین درباره این سنده یک کمی با همدیگه صحبت کنین، حتما به یه نتیجه میرسین شما. بله. خب خوب هستی داو جان؟ بله عرض به حضورتون. بعدم نوید که این آقا تشریفشون بیارن اینجا ببین بالاخره این سند ارزش داشته بی نداشته. ببینم این سندتو. بفرمایید. در ضمن داو جان به جان خودتو، من دیروز یه خورده عصبی بودم، حالم روبرا نبود اصلا، یه حال به خصوصی تو از من یه چیزی میخواستی من واقعا اینقدر عصبی بودم، حواسم پرت بود، گیت شده بودم. اینه که تو باید خودت ببخشی و بدونی که من واقعا تو رو دوستت دارم، اصلا بهت علاقه دارم داوود جان. آره خب این سند، آره این کار اونه. ببین داوود جان این کار خودشه. بله. امروز میاد اینجا با هم دیگه بشینیم. بله. به یک توافق حتما میرسیم. بله. مطمئن باش هستن. چشم. بله. اینه خیالت هم راحت باشه. آره آره آره. ببین داوود جان عرضم به حضور شما که تو از من پول میخواستی، من دیروز حواسم پرت بود، عصبی بودم، اوقاتم تلخ بود، یه 2-3 میلیون الان برات مینویسم. خوش میکنی؟ دو سه میلیون؟ آره آره برات مینویسم که بری از حسابداری بگیری این 2-3 میلیون و کارت راه بیفته ایشالله به امید خدا. آره اجازه بده. الو سلام قربان. سلام جناب آقای رحیمی، قربونت برم. چه آقا تشریف نیوردی اینجا که؟ ای قربان کاری پیش اومد، گفتم تلفنی عذرخواهی بکنم. خواهش میکنم. ببین عزیزم آقای رحیمی، این دوست عزیز ما جناب آقای داوود خان برده الان اینجا هستن. آقا سهامیدی؟ آره 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 اینجا هستن، این برگشونم اینجاست. از رو برگه میتونی اطلاعاتی به من بدی؟ آره عزیزم ببین نوشته جناب رحیمی سهام سنگ نخود برره. سنگ نخود برره؟ آره. آهان ان بی آقا. ببینم خوبه؟ چیزه، ببینین سند مال یه چیزی حدود 200 سال پیشه. چی؟ 200 سال پیش؟ ارزش داشته بیدی؟ یه همچین چیزی عملا وجود نداره، یعنی تعطیله. ببین آقای رحیمی این اصلا ارزش داره عزیزم یا نه؟ از نظر تاریخی چرا؟ اتفاقا من خودم حاضرم بخرم. مال کیه؟ این مال این دوست عزیز ما آقای داوود خان، داوود خان برده. من بیدم. ببین معمولاً اینجور چیزا رو حدوداً 200-300 هزار تومان معامله میشه. حالا اگه میتونی اینو واسه من بگیر، بعداً با هم حساب میکنی. خیلی خوب آقای رحیمی، قربونت برم، فعلاً خداحافظ. خدا این ارزش داشته بید؟ ببین داوود جان اون برگره به من بده. تو عرضم به حضور شما که 300 تومن پول احتیاج داشتی دیگه. من اینو عوض میکنم، شما برو 300 تومنی که لازم داشتی بگیر، این سندم دست من میمونه. 300 تومن پول میخواستی دیگه، این بابت این 300 تومن که میخواستی ها، مشکلی نداری که به هم در. آره دیگه این به اون در دیگه، یعنی این 300 تومن با این سند در. برو به کارت برس عزیزم. نه ببین تو 300 تومن می‌خواستی. بله اینم بابت 300 تومن دیگه تموم شده، برو به کارت برس. از شما در. آره یه چایی هم برام آورد بیا. مرسی. سلام عرض کردم. سلام. بفرمایید. چای تازه دم اعلی. من شادم چای می‌ذاره. قد اینم تربیتشه. بله شما. آقا داوود. بله. بقیه پولو نمیخوای بدی؟ بله. بقیه پول که؟ پول 30 تومن که 5 تومنش دادی دیروز، اومدی 25 تومنه بدی نگرفتم ازت. آره. حالا بده. کی؟ جناب علی. چه کار بکنم؟ بقیه 30 تومنه میگم عزیز من، دیروز اومده بودی به من بدی، الان بده، دیروز نگرفتم الان بهم بده. فکر بکنم اشتباه بگرفتی. بله؟ اشتباه بگرفتی. چیو اشتباه بگرفتم؟ 30
سی تومن چی بیدستن؟ یادش رفت بابا سی تومن از من گرفتی، پنج تومنش تو اتاق رئیس بهم دادی، بعد دیروز اومدی 25 تومنش بدی نگرفتم، حالا الان بده. چی بگو این سی تومن بر گرفتم 25 تومن بر گرفتی؟ بابا دیگه جلوی ما بود دیگه، سیابازی نکن. تو حرف رو بزن، تو که سی تومن رو بر گرفتی، آره بر بزن تو. گوش بده، شلوغش نکن. آه این چطور یادته؟ این سی تومن یادته؟ بله. سی تومن هم از بنده گرفتی؟ کی؟ همون که از این گرفته بودیم، داوود. کی؟ آقای داوود برره. آقا فرادین کی؟ با من حرف بزن، به اون چی کار داری؟ چی؟ کجا؟ داوود، خودت به اون راه نزن. ببین، خودت به اون راه نزن. گوش بده. من نمیدونم. چای تو بخور سرد باشه. نمی، من چای نمیخورم. این چای رو بگی بزن اونجا، من چای نمیخورم. چای هم خوردم. نمیخوام چای بخور. کارت تیز. باشه بیا اینجا. باشه بیا اینجا. باشه بیا اینجا. چجوری ببر چی بیا؟ باشه بیا اینجا من پولت کنم. باشه بیا اینجا. نمیام. من میگم باشه بیا اینجا. چشی بگوی. میگم که میدی 25 تومن یا نه؟ بشین ببینم بابا قوتی. من قوتیم؟ آی نفس کش! تو مرکم بزنم! سب کن! میگم من تلفومت بزنم! این منه داره من تلفومت! تو سی تومنه این شعری که گفتم فکر میکنم که یک نقطه عطفی باشه، یعنی یک نقطه عطفی محسوب بشه توی آثارم. البته فکر میکنم که یک جنبه انتقادی اجتماعی هم داره این شعرم. میدونی اصلا من اون چی دارم فکر میکنم؟ مهتاب جون، من فکر میکنم که این تفکراتی که شما دارید باعث میشه که اثرات بعدی که پیش میاد خیلی هیجان انگیز باشه. نه 100%. میدونی مهتاب خانم، من زیاد از این مسائل اجتماعی انتقادی اینا سرم نمیشه، ولی من صفحه حوادث و اصولم به صفحه اجتماعی ترجیح میده. بله، حالا من شعرمو میخونم. کی بود شکست قلک یاسمن گولارو؟ کی کش همه بچه اون دلفینا رو؟ تو کشتی؟ تو کشتی؟ خوب بود نه؟ البته فکر میکنم که یه خورده فضاش تاریک و ترسناک بود. شادی جان، خب یه دفعه زنگ میزنه. الو؟ بله؟ ترسیدی ما؟ سلام؟ خوبی خاله گیسو؟ آره ما همه خوبیم. شما چطورین؟ فرزاد، فرهاد، فرزانه همه خوبن؟ قربونتون برم، فرهادم خوبه. نه مامان، اینا دیگه اینجا نیستن، رفتن لباسون. کی؟ امشه؟ راست میگی؟ وای چقدر خوشحال شدم. باشه، قربونتون برم، خداحافظ. پسر خودم داره از خارج میاد. خب پسر خودت که بیاد چرا داره جیغ میزنه؟ آدم میترسه. چشمتون روشن مهتاب خانوم. یعنی پسر خاله سپر هم داره میاد؟ آره. چقدر عالی. آخ چه بازه. کلافه شدم وحید، کلافه شدم. چرا؟ از دست این داوود. ای بابا از صبح نیومده تا یه چایی نیورده بذاره جان بخوره. خیلی تنبل شده فرهاد. داوود اصلا امروز اداره نیومده. اصلا از صبح با من نیومد سر کار، من تنها اومدم. آقا حتما دوباره مریض، خودش زده به مریضی، از زیر کار داره اداره نیاد. بابا فقط انگار هم یه نفر سرما میخوره. واقعا همچی که سرما میخوره خودش میزنه با اون راه این بازی رو در میاره. اصلا احساس مسئولیت یک ذره نداره این آدم. من تا حالا ندیدم یه نفر سرما بخوره و این همه بازی در بیاره. آره چه وضعی، اصلا نه میاد نه چایی میاره. بله. سلام مهتاب، خوبی؟ چه خبر؟ آره یه ذره سرما خوردم. ای بابا فرزاد میاد که؟ امشب دلم برش تنگ شده. چی بخرم؟ میوه ها. چشم سعی میکنم زودتر بیام. کاری نداری؟ این 32 تا رو خدافظ. سلام آقای رئیس. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ چطوری؟ خوبه. آقای رئیس برات بگم به رئیس؟ نه چیکار داری؟ شما خوبی؟
طوری نیست. خوبی فراجان؟ قربون شما، شما خوب هستین؟ خیلی ممنونم. من مشغول همین پروژه چیزم دیگه، ساختمانه. مثل که شما بهتری. جان کمرت درد میکنه باز؟ کمرم؟ نه، برای چی؟ آخه قبلا یه جوری دیگه بودی. قربون شما، برخوردت با من فرم دیگه بود. تعظیم میکردی، قربون صدقه میرفتی، الان دیگه اینو میفرمایین؟ عرض کنم خدمتتون که گفتن دیگه تعظیم نکن، ای جونم ای جونم نگو، بعدم پاچه خاری هم نکن چون بدآموزی داره. صحیح. بله. والا که من که نوکر شما هست. جناب فراد خان، وقتی که دو ماه از حقوقت کسر کردن، اون وقت شما متوجه میشی که این اداره رئیس داره، رئیسش هم منم، حقوقم از بنده میگیری نه مردم. باب میخوام من چیکار کنم؟ میگن مردم دوست ندارن، گفتن تکراری شده، حوصله‌شون سر رفته. اینو شما برای حسابداری. بابا اگه به من باشه که من که کفشاتونم واکس میزنم، را گفتن نکن این کارو. اینی که گفتم، اینی که گفتم، شما از من حقوق میگیری، از من دستور میگیری، باید برای بنده کار کنی. من چیکارم این دستهای مرگ؟ کارتونو میکنی؟ کارتو بکن. شادی کجا رفته؟ شادی کجا رفته؟ پیش فرهاد رفته. شادی کجا رفته؟ شادی کجا رفته؟ بچه نمیاد. نوبت کیه؟ توی موسا، نوبت توه. رضا ای یه منم. آره رویم رو صورتم مثل حلو، قد و بارم گداهه، مامان خوب دارم، میروز رونه رونه، خالت زن داره، افره پسر خاله داره خودت میاد. چی؟ خالت زن داره، افره پسر خاله داره خودت میاد. شوخی داری میکنی؟ شوخیم کجوابو. کجوابو؟ بله. کجوابو یعنی چی؟ یعنی کجا بود؟ کجا بود؟ یعنی چی شوخی؟ یعنی لهجت رو درست کن. کجا بود؟ کجوابو چیه این؟ سپر ببین ازت خواهش میکنم اصلا لهجه من مسخره نکنه. خیلی زشت شدم لهجه کسی بخواد مسخره کنه. جدی داره میاد؟ بله جری پسر خالم داره میاد. آخه مگی فرزاد داره میاد؟ این دوست نداره فرزادو. ای وای دروغ داری میگی؟ سپر دروغ برای چی باید بگم؟ باور کن داره میاد. فکر میکنی دارم دروغ میگم؟ اصلا خود رو وفرس. وفرس نه، بپرس. جلو فرزاد اینجوری صحبت نکنی آبرو منو میبری. خودت پاشو برو ور وفرس تا بهت ور نپر شوشو کنم تپاره کنم. نه همچی بکر تو نمه تپکو نبکری. سلام علیکم. خوب حالت خوبه تورال جان؟ به خودم مربوطا. باید با بیل تو رو بزنم. بله؟ باید با بیل بزنم تو رو. برای چی؟ برای که تو متن نوشته آخرش طغرل با بیل فرهاد و داوود رو دنبال میکنه. خب درسته. خب ولی اون در صورتیست که داوود اون دیالوگو میگه که میگه تو بوی بز میدی، بعد به این خاطر تو عصبانی میشی میزنیممون. حالا داوود کجایا؟ من چه میدونم، روز مریض بوده سرما خورده نیومده. من به من ربط ندارم، من در قبال نقشم مسئولم. تو قرارداد من نمیشه با بیل دنبال بکنم. خب داوود اونو میگه که تو عصبانی میشی، الان من که حرفی نزدم. من الان اینجا بایستم استعداد من هدر بره علیکی که چی؟ خب باید استفاده کنم از این بیل و از این انرژی اینا. خب به من چه مربوطه داوود نیومده؟ نه دیگه من پول میگیرم مسئولم. آه!
فراد حدود 20 ساله من ندیدمش. آره دیگه، ببین سه روز از من بزرگتره. آره سه روز از من بزرگتره. ما راهنمایی و دبیرستان با هم همکلاس بودیم. آره عجب پسری بود. آقا تو تمام کارهای خونه به مامانش اینا کمک میکرد، درساش همیشه 20 بود، به این سپهر هم تو درساش کمک میکرد. خیلی دلم واسش تنگ شده. راستی یاسمن، آقا داوود کو؟ آقا داوود مریضن نیومده، این دل تو خونه دارن استراحت میکنن. یاسمن جون میگم که تو مطمئنی آقا داوود مریضن؟ بله مریضن، تب 40 درجه داشتن. یاسمن میگم که داوا شده، قار کرده نیومده؟ نه اینه آقا داوود وقتی مریض میشن و خیلی بد مریض میشن، خیلی اصلا تو دنیا هیچ کس مثل آقا داوود مریض نمیشه اینجوری. آره تو دنیا هیچ کس مثل آقا داوود مریض نمیشه اینجوری. پس حسابی کیف میکردی؟ خیلی. البته این وقتی بچه بود من خیلی حرص میخوردم از دسته. میگه چرا حرص میخوردم؟ چون این خیلی بچه خوبی بود. حالا بابای من به من میگفتش که فرزاد. آره نه بابا میگفت اینو هی تو سر من میزد، فرزادو میکوبیدن تو سر من، اینو واسه من وسط اینجوری. چرا؟ ها؟ آه چون این مثلا نمرش 20 بود من ترشید میابردم، این آبشونه میکرد من 6 ماه موامو شونه نمیزدم، این همیشه اتو کرده و مرتب بود من سر سرش هر وقت سر زانون پاره میشد. بعد واسه همین بعد بابا من میگفتش که این خیلی بچه خوبیه، تو مثل این بز میمونی. نه دختر لوسا میمونی. دختر لوسا میمونی. به تو میگو؟ آره مثلا میگو شبیه دختر لوسایی. آقا سیب زمینی چقدر گرون شده. وای میگم که هوا چقدر آلوده است. جدیدن یه پنکه هایی اومده که تو اتاق روشن میکنی آلودگی هوا رو برطرف کنه. حالا قرار بزرگاشو بسه تو تهران بسازن. وای چقدر جالب بامزه. چه خبره هست مهتاب جون؟ هیچی تو میخوای چه شب شده؟ تو خیلی اینقدر باید بزنی که کف کنه. اشکال نداره. چیه خب؟ چه اینجوری میمونم؟ چه خبر؟ نمیدونم چیه. خب من چیه؟ خب سپه جان بابا راست میگفت دیگه، تو یه سری از حرکاتت مثل دختر رو مخصوصا اون مدل دویدنه بیرینگی میدویدی، شبیه دختر رو بود دیگه. من مثل دختر رو میدویدم؟ خب آره ببینی، نه حالا خیلی نیست ولی کمه دیگه. به هر حال ببین من توی زوام دقت کردم، تو وقتی هم وای میسی زره کج وای میسی، همون مدلی بد وای میسی. آقا سپر جسارت میبخشین و من یک مقداری بی خط کردم. ببین حرف شین رو هم یه خورده شما غلیظ میگین. من شین رو غلیظ میگم؟ نه الان گفتی دیگه، الان غلیظ گفتی دیگه. شین یه کمی البته خیلی نیست، شین و غلیظ. خب من برم یه سر خرید. خیلی من میرم تو اتاق کارم یه ذره کار دارم میام. و من برم خرید یکم. خیلی تو من میرم خرید. مثل دخترام میمونم. سلام آقای طغرل، خوبین شما؟ چی کار داری؟ بنده رو به جا نیاوردین؟ نه خیر، ولی اگه از برارایی هستی همچین با بیل میزنم تو اون سرت که مخت برزه تو کفشت. این خونه دیگه جا نداره. خیلی وقت بود صداتون رو نشنیده بودم. آقای طغرل شما بوی بچگی های منو میدین. فرزاد جان بابا. بله توی بابا قربون تو من برم الهی. کجا بودی بابا؟ خاک بر سر من کنن که تو رو نشناختم. بیا تو بابا جان بیا الهی قربون تو برم بابا. کجا بودی تو؟ بله فرزاد خیلی دلمون تنگ شده بود برات، یعنی خیلی خوشحالیم، اصلا خیلی هم عوض شدی. منم خیلی خوشحالم که توی جمع شما هستم الان. قدر این کانون گرم خانواده رو بدونین، توی خارج یه چیزی نیست که به راحتی گیر بیاد اصلا. ما واقعا خوشبختیم. میدونی من یه همسرم آقا داوود و خیلی خوشبختیم. خیلی شما اگه خیلی خوشبختین الان آقا داوود کجا؟
مریضن آقا فرهاد، خوابیدم منزل. مریضن؟ خب یه دو دقیقه میومد میشست پیش ما، دوره هم بودیم دیگه. نه حالشون خیلی بده، خیلی. من الان میرم صداش میکنم یه دو دقیقه بیا دوره هم بشینیم. ببخشید جسارته، ولی مریضن دیگه. مریضن. آها متوجه شدم، مریضن. مریضن مریضن. درد و بلات بخوره تو سر او کتاکلا. خب شما بفرمون که خارج که تشریف دارین چی کارا میکنین اونجا؟ من تحصیلاتم رو تموم کردم، دکترای شیمی دارم، الانم مدیر بخش فروش یک شرکت داروسازی بسیار معتبر هست. به 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 به. اینجوری که تو درس میخوندی اگه این نمیشدی جای تعجب دار. سفر میگم حسودیت بروشه؟ بروشه؟ حسودیت؟ نه بابا شوخی کردم، شوخی کردم. حسودی چیه؟ درست نیستی که سفر جان، با هر چیزی که نمیشه شوخی کرد. خب فرزاد خان ازدواج کردی؟ والا نه، من وقت این کارا رو ندارم، به دلیل اینکه صبح تا شب سر کارم، شبم در خدمت مادر پدر هستم. وای شما خیلی با محبتی. یاسمن جون این فرزاد خان ما یه پارچه آقا بوده، از بچگی همینجوری بود، همه خانواده دوستش داشتن. درد و بلات بخوره تو سر او کتاکله کتاپش. بله میفرمودید. اگر اجازه بدین من دیگه مرخصم از حضورتون. بله کجا تشمه؟ کجا؟ من فوتبال داره. من باید برم بخوام. فوتبال داره. فوتبال داره. فوتبال کجاست؟ آس میلان و رئال مادرید. چه ساعتی؟ 11 نیم. فوتبال داره. شما تشمه بخوابین. بله من عادت دارم هر شب ساعت 10 میخوابم و به شما هم توصیه میکنم قبل از خواب بازی فوتبال نبینین، به دلیل اینکه بازی فوتبال قبل از خواب استرس ایجاد میکنه. عجبه. بله عرض کنم که من هم میبینم شنبه ها و یه شنبه ها چرا انقدر با استرس میخوابم؟ چون بازی باشگاه ایتالیا است دیگه. بله من نمیدونستم. شما خیلی با اطلاعات. بله درد و بلات بخوره تو سر و کتاکله خلمو که کتاپشت. من با اجازتون مرخص میشم. خواهش میکنم. خداحافظتون. شب بخیر. شب بخیر. برم بخوابم. برم بزایم شدی مهتا خانم. خیلی ممنون. شب بخیر. شب بخیر. با اجازت. فوتبال داره. فوتبال داره. دست تو اینجوری گاز نگیر، مثل دخترها میشی. عجب بازی بود دیشب. این فیلیپو اینزاگیه چجوری پنالتی میگیره؟ آدم کیف میکنه آقا. عجب بازی. چی پنالتی؟ چی شلوغ میکنه؟ چی پنالتی میگیره؟ خوشگل پنالتی میگیره. حرف نزن. اون تکنیک نداره که، فقط مثل اسب بلده بدوه. اولا یا همش تو آفسایده یا داور گل میزنه یا خودشو علکی میزنه زمین پنالتی بگیره. اصلا پا به توپ داره اون. آقا اینترتون هم که 4 تا خورد از پروژی آقا. سوسک شد که. راستی بازی میلان چی شد دیشب؟ ندیدیم بازی میلانو؟ نه برای اینکه من دیشب ساعت 10 خوابیدم. آخه میدونین میگن که برای سلامتی خیلی مفیده آدم ساعت 10 بخوابه. بعد میگن فوتبال آدم قبل از خواب ببینه اصلا استرس و استرابشو میبره بالا. نباید ببینه. من 10 خوابیدم. بازی میلانو شما ندیدین ریوالدو چی کار میکرد؟ من باور نمیکنم آقا. یعنی بازی دیشبو شما ندیدین؟ 10 خوابیدین. ندیدم 10 خوابیدم میگه. این حرفای لوس چیه شما میزنید؟ 10 خوابیدم، نمیدونم اینجوریه، استرس بالا ندیدم. کم کم رو یواشاش قبل از غذا دستتون بشور دیگه. ولی من باور نمیکنم آقا هنوز شما بازی ندیده باشید. اصلا به تو چه ربطی داره؟ کارتونو بکن. بازی رو بعد میدیدین. کار تو بکن. بس کن تو هم دیگه. باش 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 ای جون مرسی، فرهاد جان مرسی، مرسی خان.
حالا راضی شدم. چونه شدی اون فرهاد همیشگی که من میخواستم. حالا این شدی اون فرهادی که من میخواستم. حالا این چیه؟ این نامه رو از شبکه فرستادن، گفتن دو ماه قرار از حقوقتون کم شه، چون قرار بود تزیین نکنید. فرزا سفه بیایید بالا دیگه، محتاب جون صبونه رو آماده کرده و چایی یخ میکنه، بیایید. یه ساعت رفته این تو نمیاد بیرون، نمیدونم داره چی کار میکنه. فرزا چیزه، فرزا چایی یخ کرد. سلام سپر جان. سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرسی. تموم شد؟ داشتم مسواک میکردم. داره؟ بله، دندونامو مسواک میکردم. آها، تموم شد دیگه. بله، تموم شد. تموم شد؟ من تمام دندونامو هر روز مسواک میکنم سپر جان. 20 دقیقه بعد از هر غذا باید تمام وجود دندونهامو من تمیز کنم. بعد تازه بعدش با نمک ماساژ میدم تمام لثه ها. اگه میبینی دندونام انقدر سالم و تمیز و مرتبه، به خاطر همینه که نگهداری میکنم ازش و هر روز این کارو میکنم. خب بسیار خب، الان تموم شد. نه نه، من بله، شما به عنوان پسرخاله سپه بله، یه لطفی بکنید همین مسواک زدن رو بهش یاد بدید، چون من هر شب مجبورم با کتک بفرستم مسواک بزنم. من سپر جان دندون عقل سمت چپ بالام تمیز کردنش مونده. الان تمیز میکنم. این دختر بچه چرا اینقدر بالا پایین میپری؟ یعنی چی، چه ربطی داره؟ خب این دختر بچه ها بالا پایین میپری. آخ تموم شد. بله، من الان میرم لباس عوض میکنم، بعد میام بالا با هم صبحونه میخوریم. خیلی خوبه، چه صبح قشنگیه سپر جان. جای فرهادم خاله این دونا رو سوگرد خیلی عالیه، بفرمایید. اینجوری بند میخوریم. بله. الان دیگه رومانی ها اکسو شایر. بله. تو هنوز این عادتتو داری؟ سر میز غذا روزنامه میخونی؟ بابا ولمون کن فرزاد، حالا پدر مادر ما نیستن گیر بدن، ایشون به ما گیر دادن. اینقدر حال میده روزنامه بخونی سر صبحونه، اونم هرچی روزنامه در پیتر باشه بهتره. شما میدونی این کارت به غیر از توهین به تمام آدمایی که سر میز نشستن باعث گاستریت معده میشه سپر جان؟ یا چه ربطی داره؟ سپر خب حتما یه ربطی داره که میگن. اگه 100 تا آدم عاقل الان اینجا جمع شن مثل این آقا فرزاد بخوان به این آقا بفهمونن که بابا کارت غلطه، تو اون مغزش نمیره که. غلط کردم و واسه اینجا گذاشتن. غلط کردم بیا صابونه بخور. باشه دیری شادی خانم، دیری بهتون گفتم شد. دیری گفتم ششونو اینجوری میگن سپر. یه باشه بگو یه دو سپر. باشه قورتش دادی سپر جان؟ خب بله، لقمه رو میزنم که قورت بدن. چی میگه؟ شما میدونی لقمه رو باید 26 دفعه بجوی بعد قورت بدی؟ من نشمردمش. خب وای چقدر جالب، من تا حالا دقت نکرده بودم. از این به بعد دقت کنی. بچش آقای فردا 25 حتما 26 تا 26 دفعه شما اگه نجوید دچار سوء حاسبه میشین. فراد کجاست؟ تموم شد؟ فراد کو؟ توی اتاق بشه. سپر جان درست شو برو دور در شوی دختر رو بانی بیرون.
فراد میخواستم باهات صحبت کنم. ببین این فرزاد درسته که پسر خاله منه، ولی من دیگه داره اعصابم از دستش خورد میشه. میگه چرا؟ میگه چرا؟ این زندگی واسه ما درست کرده، داره بیچاره میکنه همه ما رو. آدم باید از زندگیش لذت ببره. آخه زندگی تو الان یک ساعت اون مسواک تو حلقته، چه لذتی داری میبری؟ خب لذت میبری، باشه لذت ببر. تو یه عمر اون مسواک تو دهنت باشه لذت ببر. اصلا میدونی چیه؟ بذار بهت بگم. این فرزاد ها این فرزاد بچه که بود همه ما بهش میگفتیم فرزاد زامبی. بگو چرا؟ میگه چرا؟ میگه چرا؟ اصلا این به این که این هر کی باش میگش مثل خودش آدم لوس مزخرفی بود. من که نمیفهمم تو چی میگی، ولی من یه بلایی به سر این ببین فرو من نشم، من سپهرم. من اگه بخوام یکی از را به در بکنم دو دقیقه اساسا من یه بلایی به سرش میارم، یه بلایی به سرش میارم. حالا واسه تماشا کن، حالا واسه تماشا کن، یه بلایی من به سر این فرزاد میارم. کجاش دخترونه بود؟ چرا من چرا میگی دخترونه گم گفتی؟ چطوری تو؟ چطوری تو؟ چطوری تو؟ چطوری اینجوری میکنی؟ چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون. چه رمانیه میخونی؟ رمان شوخی میکنی؟ من رمان نمیخونم، ای دیوونم وقتمو با این چیزا تلف کنم. پس این چیه داری میخونی؟ این کتاب هست اسمش فیزیولوژی گیاهی مبحث جذب و تغذیه جلد یک. خب کتابی که سپهر جان آدم میخونه وقت براش میذاره. باید کتاب آموزنده باشه. درسته. باید کتابی باشه که در جهت پیشرفت جامعه باشه. باید کتابی باشه که به انسان شدن آدم کمک کنه. بله. باید کتابی باشه که اصولا تو ازش چیزی یاد باشه بگیری. باشه 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 این بله. چیه داری میخونی؟ این چیه داری میخونی؟ گفتم بهت که فیزیولوژی گیاهی مبحث جذب و تغذیه جلد یک. خب خیلی خوب. ببینم اون وقت تو وقتی الان این داستان و رمان اینا نمیخونی حتما سینما هم نمیری؟ نه نه من عاشق سینما، من عاشق سینما. باری که الان یکی رو دوست داری بیا بریم سر کوچه یه فیلم توپ کاراته‌ای آورده. نه سپر چون خشونت نه، من اصلا اهل خشونت نیستم. من فقط اهل فیلم های مستند هستم. مستند داستانی، مستند اجتماعی، مستند قوم شناسی. حیات وحشم خیلی دوست دارم. چیه فرزاد؟ بله زو میدونی چیه؟ نه سپر جان زو نمیدونم چیه؟ ببین یه نیم ساعت وقت تو به من بده. خب بریم زو. بله من نگاه تو رو نسبت به زندگی عوض میکنم. با زو؟ آره. خب باش میام. بله حفینا بریم. اینم کارش تموم شد. تو هم حالت از فرزاد به هم میخوره؟ سلام چطوری؟ سبه اگه بدینی من امروز چیکار کردم؟ یک دونه کتاب گذاری اساسی کردم، 2.37 میلیمتر طولشو. خوبی؟ سپر چی شده؟ نه خوب نیستم. چرا خوب نیستی؟ این یارو فرزادو امروز بردیم زو، زد بازی زومونو خراب کرد. فرزاد بازی زوی شما رو خراب کرد؟ بله. چی شد مگه؟ خوب با بچه های تیم زو من سرود تمرین میکرد. با مزه است که، یه کار فرهنگی کرده، گناه داره؟ هیچ هم کار فرهنگی نکرده مگه نه؟ چیزه سپر بله من چیز بگم. چیه؟ بگم چیه؟ ببین تو این دختره عصبانی میشی.
من هر جوری دوست داشته باشم عصبانی میشم شادی. شبیه دختر عصبانی میشی دیگه. هر جوری دوست داشته باشم عصبانی میشم. اینهو دخترام قرار میکنی سپه. فرهاد، فرهاد، گل پسر، نه خیر، نه امروزی خود فرق کردی به نظر من، همچین نظم و انضباط در تو میبینم، نه؟ نه، چطور؟ میزاب چرا به هم ریخته است؟ ولی فکر کنم یه فرقی کردین آقا، یه مقدار فرق کردین آقا آری کلا بله او نه امروز چندومه؟ امروز سیومه سیوم خیلی فرق سلام 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 چه مرگته؟ ببخشی یه لحظه لحظه برو اون برو ای جون منمه اینمه اهم اهم اخ اخ ایم ای جونه ای جونه ببین فنا جان حوض کردم امروز یک ماه همینجوری بهت پاداش برم گرفت گرفت این حواسا به این بر نمیخوره دوست دارم اصلا من اینقدر از تو و این اخلاقت راضیم که حد نداره اصلا برو لذت ببر تشکر میکنم مرسی مرسی خسته نباشی من برو لذت ببر هم لذت ببر فرهاد خیلی مارمولکی شم میاد چرا؟ خیلی تو به این میگی مارمولکی؟ در پاچه خاری درجات مختلف وجود داره که یکیش پاچه جویه کارتونو بکنین آقای سپهر این یک کاره برای شما گروه سرود زو تقدیم میکنن بخونین خوش شاد و شاد و خندانم قدر بابامو میدانم دست بزنم من پا بکوبم من شادی کنم من جوانم من اینو خفش میکنم تو چه خبره با این کیه اینجوری میکنی سیامک اینجا محیط فرهنگیه آیا کی آوردیم بازی کنه ما داریم کار هنری میکنیم یعنی چه هنری چی داشت اعصاب منو داغون کرده دوستان توجه کنید آقا خسته نباشید همگی فردا صبح ساعت 8:30 آفیشمونه بعد شب ساعت 10 بخوابید بی زحمت مسواک 20 دقیقه میزنید همه گروه و صبح هم زود تا میشید فوتبال هم امشب قبل از خواب نمیبینید چون استرس میاره بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خسته نباشید راستی آقا داوود کجا؟ امروز نبودن آقای کاظمی من 100 دفعه از صبح تا حالا گفتم آقا نیستم مریضم رفته خونه شون اصلا به من چه ربطی داره؟ ببخش چیزی مواصله نمیگم سیامک جان جانا سرویس خانوما داره میره تا ماشین راه نیفتاده میتونه بری خدا من یک مطلبی رو میخواستم خدمتون عرض بکنم من در مورد یک موضوع یکی از دوستان بنده رو معرفی کرده در مورد یک موضوعی من میخواستم با جناب علی مشورت بکنم بار داشته باشی زیر 100 میلیون یا نه